کردن اون در برابر قانون از قانون از مو باریکتره. ما اگه مشکل قانون داشتیم که آقای جنتی تا حالا 6 تا منو اعدام کرده بود که. مصطفی تاج‌زاده بیش از 3 سال است که زندانی است. از بعد انتخابات سال 88 او و سایر منتقدان دولت زندانی شدند. یادداشت جدیدی برای سایت نوروز نوشته و نسبت به کودتای انتخاباتی دیگری هشدار داده است. منتقدان دولت آنچه در سال 88 روی داد را کودتای انتخاباتی می‌نامند. آنها می‌گویند نتیجه انتخابات چیز دیگری بود، اما سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات دست بردند تا محمود احمدی نژاد برای یک دوره دیگر رئیس جمهوری ایران شود. حکومت ایران و آیت الله خامنه ای این ادعای منتقدان دولت را شدیداً رد می‌کند. اهل خیانت در آراء مردم نیست. مصطفی تاج‌زاده نوشته فعال شدن چهره‌هایی چون مصباح یزدی، احمد جنتی و فرمانده سپاه یک معنا دارد و اینکه کودتای انتخاباتی دیگری در راه است. در روزهای گذشته مقام‌های حکومت ایران به بهانه سالگرد راهپیمایی حکومتی نوح دی علیه منتقدان دولت اظهاراتی بیان کردند. با اینکه تنها 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما به نظر می‌رسد حکومت ایران حتی اجازه نامزدی در انتخابات را به چهره‌های سرشناس مخالف دولت ندهد. هنوز میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بازداشت خانگی هستند. بیش از 3 سال است که مصطفی تاج‌زاده زندانی است و این روزها وضعیت جسمی خوبی ندارد، اما در ماه‌های گذشته او نامه‌های سرگشاده‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. تاج‌زاده و برخی دیگر از زندانیان سیاسی شیوه حکومت آیت الله خامنه ای را سلطنت مطلقه نامیدند و میگویند چون رهبر همه اختیارات در کشور را دارد، پس مسئول شرایط فعلی ایران است. در این فتنه و طراحی و سازمانی ده ها فعال سیاسی منتقد دولت به جرایمی چون توهین به رهبر یا فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از بعد انتخابات زندانی شدند. برخی از این زندانیان خود از مسئولان و مقام‌های عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی بودند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.